مرکز دریچه امید با افتخار تقدیم می‌کند. دکتر شیرین نوروی، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. اصلاح مشکلات رفتاری، تشخیص و درمان عدم تمرکز و بیش فعالی در کودکان و بزرگسالان. اصلاح روابط والدین و فرزندان، مشاوره قبل از ازدواج و در طول ازدواج. بایوفیدبک، نیروفیدبک، درمان و خونسا کردن تأثیر خاطرات آسیب‌های گذشته به روی مغز، EMDR. درمان استراب، وسواس، افسردگی و نگرانی، کنترل خشم و عصبانیت، مشکلات خواب. دکتر شیرین نوروی، دارای برد تخصصی در روانشناسی بالینی و فوق تخصص در آزمون‌های روانشناسی. تلفن 818-344-6818. دکتر شیرین نوروی، دکترای روانشناسی بالینی و فوق تخصص در سنجش‌های علمی و روانی از آمریکا، با تهیه برنامه رادیویی و تلویزیونی به نام دریچه امید، چگونگی بهبود یافتن و درمان زخم‌ها و دردهای روانی موجود در خانواده‌ها و جامعه ایرانی را آموزش و مشاوره می‌دهد. دکتر نوروی در همین راستا سمینارهای متعددی در کشورهای ایران، امارات متحده عربی، کانادا، اروپا و آمریکا برگزار نموده است و در همین راستا آثاری را منتشر نمودند که عبارتند از تألیف کتاب چگونه مادر و پدر موثری باشیم، ترجمه کتاب یک سبد عشق، شناخت مردان، چراغ دل شوهرت را روشن کن، چراغ دل زنت را روشن کن، از کودکان بیاموزیم و نیز هر چه نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم. همچنین تهیه CD چگونه مادر و پدر موثری باشیم، چگونه رفتار مناسب با فرزندان خود داشته باشیم، چگونه همسر خود را انتخاب کنیم و چگونه رفتار مناسب با همسر خود داشته باشیم. و همچنین 4 محصول جدید با عنوان چگونه با خرد درونی خود به آرامش برسیم، چگونه عشق را به زندگی مشترکمان به ارمغان بیاوریم، چگونه به وزن ایدئال برسیم و چگونه با سالمندانمان رفتار مناسب داشته باشیم. برای تهیه آثار دکتر شیرین نوروی در ایران با شماره های 0912-578-1366 و یا 0919-705-2548 و در آمریکا و سایر کشورها با شماره 201-818-34-46-818 تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت nooravi.com مراجعه فرمایید. درود گرم، من رو در هر کجای گیتی که هستید بپذیرید. امیدوارم خوب باشید. این برنامه روزهای سه‌شنبه در این ساعت 7 تا 8، روزهای پنج‌شنبه 5 تا 6 و یک شنبه ساعت 8 تا 9 و جمعه ساعت 12 تا 2 پخش میشه و تکرارش هم مشاهده می‌فرمایید. خب اگر پرسشی دارید در رابطه با خودتون، عزیزانتون، میتونید تو خط تشریف بیارید و در خدمتون هستم. در رابطه با فرزندانتون، همسرتون، نوجوانانتون، سالمندان و مسائلشون، مسائلتون، بحرانهای زندگی، اختلالات روانی، استراب، ترس، نگرانی، بیخوابی، افسردگی، حتما میتونید تشریف بیارید و در خدمتون هستم. اگر در دفترمون همراه با دکتر پیمان رئوفی، بورد رجیسترد سایکوتراپیست، تست هوش، تشخیص عدم تمرکز یا عدم یادگیری و بایتون کار میکنیم در رابطه با افسردگی، استراب، بایو فیدبک، نیرو فیدبک، نیرو سایکولوژیکال، سایکولوژیکال و ایژوکیشنال تستینگ کار میکنیم. برای مشاوره حضوری و تلفنی برای مسائلتون، درمان و حل مشکلات زناشویی، خانوادگی و غیره، میتونید با شماره تلفن 818
344-6818 همکنون تماس بگیرید، وقت مشاوره بگیرید، چه اینکه به دفتر لس آنجلس و تارزانا و چه اینکه تلفنی در خدمتتون باشیم. امروز در رابطه با شخصیت میخوام صحبت کنم و با این قسمت شروع میکنم که ما انسان ها به شیوه هندیان بر سطح زمین راه میریم، یک سبد گل زیبا در جلوی خودمون داریم و یک سبد در پشت. در سبد جلو چی داریم؟ صفات نیک خودمون رو داریم، در اون اصلا میگذاریم که ببینن، همه ببینن ما چقدر خوبیم، کارهای خوبمون رو نشون میدیم، looking good و خوب بودنمون. در سبد پشتی عیب‌های خودمون رو نگه می‌داریم. به همین دلیل در طول زندگی چشممون فقط صفات نیک خودمون رو می‌بینه و هر کس در سبد پشت عیباشو گذاشته. پس ما جلویی رو که می‌ریم نگاه می‌کنیم، کل وجود خودمون، خوبی‌های خودمون، مهربونی‌های خودمون، گذشت‌های خودمون یا عبور کردن از مسائل، بخشش‌های خودمون می‌بینیم و از پشت طرف که داریم نگاه می‌کنیم چی می‌بینیم؟ اون اشکال و عیب و حسادتش و غیبتش و غیره. نگاه کنیم ببینیم که تو لحظه، در این لحظه نگاه کنیم که چه آدمای ما رو اذیت کردن و چه صفات بدشون رو ما می‌بینیم و صفات خوبشون نمی‌بینیم. اگه بچرخن و حتی نچرخن، خوب ما اون سبدی که برای خودمون می‌بینیم برای دیگران هم ببینیم. خب آگهی بود در اونجا که دیدید در رابطه با آقای دکتر پیمان رئوفی و من راجب سمینارها در شهر شما. اگر علاقه‌مند هستید زنگ بزنید به همون شماره 818-344-6818 و ما ترتیبش رو خواهیم داد برای خدمت شما رسیدن و قراره که شما جا رو انتخاب کنید. موضوع ها رو ما میدونیم، وقتی با شما صحبت کنیم بیشتر میبینیم شما و دوستاتون چه نیازی دارید، بیشتر در رابطه با اون با شما صحبت میکنیم. از برنامه تلویزیونی گفتم، از برنامه رادیویی هم بگم که شنبه صبح از ساعت 7-9 برنامه داریم در 670 AM KIRN یا رادیو ایران. وقتی بزنید تو سایت میتونید پیدا کنید ما رو. و هفته پیش چقدر شماها از ایالت‌های متفاوت، از ایران، از همه جا، از اروپا زنگ زدید و چقدر خوشحالم که بگم که از اون طریق هم با شما عزیزان در تماس هستیم. یادتون باشه که همیشه مسئله هست، ولی مسائل میتونین با بردباری و صبوری، با مراجعه کردن به یک روانشناس خوب، مسائل رو میتونید حل بکنید. من میخوام یه قسمتی رو نشون بدم که این رو در تلویزیون امید ایران تهیه کردیم راجع به انواع و اقسام شخصیت ها و شما نگاه بکنید که ببینید که شخصیت شما چگونه است، چطوریه و ببینیم که هنوز آماده نیست هست، ببینیم که شما راجع به پرسنالیتی خودتون چه فکر میکنید، شخصیت خودتون چه فکر میکنید، چه نگاهی دارید بهش و چقدر میشناسید اختلالات شخصیتی، شخصیت خودتون رو و اطرافیانتون. خانم مریم عزیز کارگردان فنی برنامه این قسمت رو به ما کمک میکنن که نشون بدن. در روانشناسی روانپزشکی از هر شخصیت به عنوان یک اختلال بحث میشه که ما اینا رو به شما نشون میدیم. اختلالات شخصیتی، بله اون دریچه امیدم میتونین بگذارین که نشون بده در اینجا تهیه کردیم، یا تلویزیون امید آرم رو، بله مجموعه الگوهای رفتاری که برای شخص ها جا افتادن و به صورت مستمر میتونیم این الگوهای رفتاری رو در زندگیشون ببینیم، به صورت که میتوانیم در برخورد با یک سلسله نحوه رفتار شخص او رو با توجه به الگوی رفتاری که از او میشناسیم پیش بینی کنیم. اینا مشخص کننده شخصیت فرد مورد نظره. باید توجه بکنیم که این الگوها مربوط به تمام عمر شخص بوده و ناشی از یک اختلال دیگر روانشناسی دیگه نمیشه. همچنین نباید در اثر مواد مصرف دارو مرسی یا مواد خاصی بگیم که این شخصیت به وجود اومده. مرسی خانم مریم. طوری که دارم میخوام بگم، بعضی وقتا آدم ها اختلال شخصیتی پیدا میکنن به خاطر که داروی مصرف میکنن، اون فرق داره، ولی این اختلال شخصیتی که در نوجوانی شکل میگیره یک نوع شخصیتی است که دیگه میمونه، یک مشخصاتی داره
که میمونه. بر همین من میخوام این اختلالات شخصیتی رو خیلی به طور خلاصه به شما نشون بدم و نگاه کنید ببینید که با کسی که دارید زندگی میکنید آیا اونش اختلال شخصیتی داره یا خود شما این اختلال شخصیتی رو دارید. مثلا یکی از شخصیتهایی که بعدن نشونتون میدم شخصیت شخصی است که پارانوید هستش و همش با سوء ظن بیمورد، حساسیت مفرط، حسادت، قبطه، عدم انعطاف پذیری، ترس هایی که قابل توجیه نیست زندگی میکنه و معمولا دیگران رو سرزنش میکنه و میگه که اونها انگیزه های شیطانی دارند و میخوان که یک بلایی سر من بیارن. این سوزن ها رو که گذاشتم آدم ها رو اینجوری میبینه، مثل سوزن ها میبینه و خیلی ناراحت از این که مرسی مبادا یک چیزی بلای سر من بیارن. و به خصوص اینطور اشخاص به همسرشون بسیار مشکوک هستند. در کشورهای خاورمیانه، مخصوصا کشور ما، این اختلال شخصیتی پارانوید در بین مردان بیشتر از زنانه. حالا میگم چه اختلال شخصیتی در زنان بیشتره، همجوری که جلو میریم دیپندنت پرسونالیتی، شخصیت وابسته، حتی در آمریکا. ولی در ایران این شخصیت زیاده و مردان این رو فکر میکنن دارن، غیرت، تعصب. و زنان وقتی تازه وارد ازدواج شدن این شخصیت پارانوید رو نگاه میکنن، میگن که عاشق ماست، شیفته ماست، نگران ماست، هر دقیقه از خونه میریم بیرون هی زنگ میزنه چکم میکنه، یا تازه تا به خونه میرسم رسیدی عزیزم، نرسیدی، چطوری، پیش کی هستی، با کی داری حرف میزنی، نگرانتم. اینجوری خودشو نشون میده، ولی زیرش اختلال شخصیت پارانوید پر از ترس، پر از ناامنی، پر از حسادت، پر از این که من خوب نیستم، تو هم خوب نیستی، هر کس هم که اطراف تو از خوب نیست، هر مردی که دور بر ما میاد حتما میخواد تو رو از من بدزده و حتما نظری داره. و تازه خودت هم بعد از یه مدت اینجور میشه، خودت هم میتونی نظری داشته باشی و حالا داری به من تظاهر میکنی و میگی که منو دوست داری. ماهای اول کمتره، ولی همینجور که رابطه ادامه پیدا میکنه این شخص بیشتر این شخصیت رو داراست و نشون میده. اگر یه همچین شخصی در زندگیتونه یا اگر خودتون یه همچین مسئلهی دارید، حتما یا به دفتر ما زنگ بزنید یا به اینجا زنگ بزنید، ما با شما صحبت کنیم که ریشش از کجاست و چگونه میتونید خودتون رو معالجه کنید. و اگر قراره با یه شخص اینطوری ازدواج کنید، میخواید یه نگاه دیگه داشته باشید که آیا من میخوام به این ازدواج تن بدم یا نه. من این اختلالات شخصیتی رو میخوام همه رو توضیح کوتاهی راجبش بدم. قسمت بعدی رو میخوایم نشون بدیم شخصیت اسکیزوید که کمرو هست، حساسیت مفرطی داره، انزوا طلبه، اجتناب از روابط نزدیک و به اصطلاح رقابت و غیره میکنه، یک جور غریبی داره با مردم، خیال پرداز، ناتوانی برای ابراز خصومت یا پرخاشگری داره و بدون اختلال در توانایی واقعیت سنجی. مرسی. این شخص اسکیزوید فقط و فقط با خانواده احساس آرامش میکنه و با بقیه احساس ناراحتی داره و فکر میکنه که دوست داشتنی نیست، ترجیح میده که توی زندگی تنها باشه، راحت باشه. اینجور شخصیت به حیوانات علاقه دارن، مخصوصا به سگشون خیلی علاقه دارن و خوشحال هستن اونجوری. خیلی کم در مهمانی های اجتماعی شرکت میکنن. مثلا یکی از همسران، زن و شوهر، معمولا زن یه همچین برنامه ترتیب میده که بریم و بیایم و مردم بیان. شخص اسکیزوید باز هم اغلب مردها هستند، زنان هم پیدا میشن، زنان هم خیلی من دیدم حوصله رفت آمد ندارن.
تقریبا انزواگر هستن، گوشنشین هستن و نه که ناراحت بشن از اینکه تو خونه هستن و دور و برشون کسی نیستن، دوست دارن. این یه نوع شخصیتی که ترجیح میدن که تنها باشن. حالا یک مشخصات شخصیت اسکیزو تایپی هم هستش که شبیه اسکیزوید هستش، اما شخص نقص خفیف سنجش واقعیت داره، عقاید عجیب و غریب داره، مردم گریز و منزویه. مرسی. هالوسینیشن و دیلوژن داره و برای خودش داستانهای زیادیه که راجب اینم یک روز به طور کامل صحبت میکنم و شما رو آگاه میکنم. الان فقط میخوام یک کمی راجب انواع شخصیت بهتون بگم و اگر برسم یک تست شخصیتی هستش که با نوع درختی که شما میکشید میتونید ببینید که شما بهتون گفته بشه که چه نوع شخصیتی دارید. این خیلی مهمه. ما اختلالات شخصیتی رو خیلی راحت با دادن تست MMPI Personality Test میتونیم به شما بگیم. در دفترم دکتر پیمان رعوفی و من، و کار خیلی مشکلی هم نیست. 570 تا سوال هستش و بعد کامپیوترایز هستش، با منوال هم میتونیم اسکور کنیم و نمره بدیم و سوالا رو شما جواب میدید و ما قشنگ چندین صفحه گزارش هستش که بهتون نشون میدیم که شخصیت شما چگونه است، مثلا که شخصیت وسواسی دارید چگونه است با سوالا و جوابایی که شما نشون دادید. بعد در بعضی جاها خیلی خوب نشون میده که شما چقدر حالت دفاعی سوالا رو جواب دادید، قشنگ نشون میده اسکیلای مختلف هست، مقیاس های مختلف هست، یا کجا شما حقیقت رو گفتید یا کجا خواستید خودتون رو بهتر از اونی که هستید نشون بدید. خب اغلب آدم ها این کارا رو میکنن، هممون این کارا رو میکنیم. همون سبد گله که جلومونه، میخوایم خیلی خوب باشیم که همه ما رو بپسندن و بگن خوبه، و اونجا اگر این کارا رو بکنید قشنگ نشون میده بعد و خودتون رو بهتر میتونید بشناسید. و من گاهی پیشنهاد میکنم برای اینکه میخواید ازدواج کنید این آزمون رو بگیرید هر دوتون و آشنایی بیشتری به هم دیگه داشته باشید. ولی باید خیلی شجاع باشید بخواید این کارو بکنید. هر کسی این کارو نمیکنه. ما انواع اقسام مشاوره رو میدیم راجع به موضوعهای مختلف، به غیر از کم آزمون برای ازدواج میدیم، برای که همه میترسن که اگر مثلا دستم رو بشه چی میشه. ما معمولا نشون نمیدیم به طرف مقابل، ولی به هر دوتون، جلوی هر دو میگیم که شما در چه نقطه هایی با همدیگه هماهنگی دارید، کجا میتونید با همدیگه زندگی خوبی داشته باشید، کجا انعطاف پذیر هستید، کجا نه اصلا مخالف هم هستید. مثلا از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، مذهبی، دانش، خانواده، ثروت، انتخاب محل زندگی و و و تعداد بچه ها، مادر شوهر، پدر شوهر، مادر زن، پدر زن، همه اینا رو این تست نشون میده. یه تست دیگه هم داریم به غیر از MMPI که خیلی کوتاه‌تره و شما اونجا متوجه میشید که کجا قرار گرفتید و چه گونه با این شخص شما هماهنگ هستید یا نیستید. بعد تصمیم میگیرید که ازدواج بکنید یا نه. ولی اغلب ما کمکتون میکنیم که ازدواج بکنید، ولی قبلش یه مقدار مشاوره داشته باشید و بعد از ازدواج هم این مشاوره رو داشته باشید. بوزش میطلبم. بعدی هستش اختلالش مشخصات شخصیت وسواسی جبری، انعطاف ناپذیر، بسیار وظیفه شناس، که وظیفه شناس رو الان بیشتر توضیح میدم براتون، با وجدان قوی، مهار شده و ناتوان از احساس آرامش. ممنون. این شخصیت به نظر مردم خیلی بسیار وظیفه شناس، مرتب، منظم. جواب میدم خطا رو شما بگیرین مریم خانم، جواب میدم. یعنی چطوریه؟ وظیفه شناس اینه که خب کاراتونو میکنید، مرتب منظم انجام میدید، وظیفه شناسید، ولی واقعا خود شما و کارمندتون، رئیستون از دست شما بیچاره است.
یعنی وظیفه شناسی، یعنی همه چیز روی سنگ نوشتند و باید مطابق اون چیزی که دستور داده شده شما رئیستون یا درخواست شده از شما انجام بدید، و اگر یکم این ور اون ور بشه حالتون خراب میشه، یعنی بیچاره میشید. مادر پدری که اینچنین هستند در رابطه با بچه هاشون بسیار سختگیر هستند، نوع اتوریتریان، و بسیار عذابشون میدن برای تکلیف های ساده مدرسه کاریشون و آزارشون میدن و خودشون هم آزار میبینن. اختلال شخصیت وسواسی نه تنها خودش آسیب میبینه بلکه بقیه هم آسیب میده. پوزش میطلبم این آگهی من و مریم خانم نشون بدید، برمیگردیم. خانم دکتر شیرین نوراوی سلام، نظرتون در مورد گذاشتن یه سمینار جدید با یه شیوه نو چیه؟ باید متفاوت باشه. در سمینارامون شعر داریم، شعرها و قصه های عالی، موسیقی های عالی. بار دیگه میخواییم به شهر و محله شما بیایم تا در مورد موضوعات مورد علاقه شما با همدیگه صحبت داشته باشیم. سمیناری علمی آموزشی در شهر شما با کمک خود شما در محل شما. عشق، شادی، معنی و مفهوم خوشبختی تو زندگی، در رابطه با فرزندانتون، همسرتون، مادر و پدرتون، نوجوانتون و عزیزانتون. چگونه روابط مناسب داشته باشیم با دوستامون، همکارانمون، پدر و مادر، با نوجوان و جوونمون. بخواییم عشق و شادی رو به خونه شما بیاریم. چگونه بتونیم بچه هامون رو بزرگ کنیم تا بچه های موفق و شادی باشن. میخواییم راجع به بایو فیدبک و نرو فیدبک و EMDR با شما صحبت کنیم و همونجا براتون انجام بدیم. با ما تماس بگیرید تا بتونیم با کمک شما دوستان عزیز بیایم به شهر و محلتون و این سمینارهای علمی و آموزشی رو داشته باشیم. منتظر هستیم که محل رو خودتون انتخاب کنید. امیدوارم که دوست داشته باشید. سمینارها بسیار متفاوت خواهد بود، موزیک خواهیم داشت، داستان و قصه خواهیم داشت، کلیپ های بسیار خوبی رو نشونتون میدیم و اینکه شما خودتون اینتراکتیو هست، قسمتی است که خود شما در خود سمینار بازی میکنید و نقش دارید. و حتما زنگ بزنید 344-6818 و بگید که اگر دوست دارید در شهر شما ما این برنامه رو خواهیم گذاشت. یک چیز متفاوت هستش، یک چیزیست که فرق داره با سمینارهای دیگه قبلی. من خودمون رو مرسی سمینار رو با خودمون، سمینار خودمون مقایسه میکنم نه دیگران. حتما سمینارهای دیگران هم بسیار جالب و خوب هستش، حتما دوست داشتنیه، ولی سمینار ما متفاوته. اصلا قراره همه چیز تو زندگی کم کم متفاوت باشه. خب یک نوع شخصیت دیگرم که میخوام صحبت کنم، مشخصات شخصیت نمایشگره که بی ثباتی فراوان هست، هیجانات بی ثباتن، بالا و پایین، تحریک پذیریست، حساسیت مفرد ناپختگی در شخصیت هست، بله وابستگی هست. و شخصیت نمایشگری به منظور کسب توجه و اغواگری است. بله و خب دیگه اون شخصیت هم، مرسی مریم خانم، چقدر دردناکه که آدم بخواد این شخصیت رو داشته باشه. شخصیت دوری گزین مشخصات شخصیتی است که اجتنابی هست و این شخصیت کمبود انرژی داره، خستگی پذیر زیاد داره، فقدان هیجان هستش، ناتوانی برای لذت بردن از زندگی هستش و حساسیت مفرد نسبت به استرس هست. ما مسئله تلفن داریم، تلفن ها زنگ میزنه، مریم خانم اونجا چک میکنن و اینجا قطع میشه، ببینید چجوریه، دوباره زنگ بزنید. این مسئله تلفن حل نشده یا شده و اینکه من میبینم هی روشن میشه بعد هی قطع میشه. خب
شخصیت ضد اجتماعی هستش که میخواستم راجبش صحبت کنم. افراد این شخصیت ضد اجتماعی شخصهایی هستن که در تعارض با جامعه هستن و صداقت و وفاداری ندارند، خودخواه و بیرحم و سنگدل و غیر مسئول هستن، تکانشی هستن، ناتوان هستن، احساس گناه و عبرت گرفتن از تجربه خودشان. یعنی چی؟ یعنی که مرسی وقتی کار بدی میکنن احساس گناه نمیکنن. هیچ چیزی بدتر از این نیست. نه اینکه گناه چیز خوبیه و ما باید احساس گناه بکنیم، نه، ما هیچ دلیلی نداره احساس گناه کنیم، ولی اگر کار بدی میکنیم 100% باید این احساس گناه و شرم رو به خصوص داشته باشیم. و اگر کسی نداره شخصیت ضد اجتماعی هستش، انتای سوشال هستش و سطح تحملشون خیلی پایینه. و یه چیزی بهتون بگم، مردم آزار هستن، در روابطشون کلاهبرداری میکنن، شارلاتانی میکنن، دزدی میکنن، بسیار غیر مسئول هستند و خیلی میتونن آدم ها رو گول بزنن و مردم در چالشون بیفته و باشون رابطه ایجاد کنن. باید خیلی مواظب باشید با کسایی که میان درخواست ازدواج میکنن، شما جواب بدین اینا رو و توی چاله هر رابطه ای نیفتید. میتونن خیلی خوش زبون باشن و گول بزنن شما رو. شخصیت بعدی که میخوام نشون بدم شخصیت خودشیفته است. ماشالله نارسیسیست، روی احساس خود بزرگ بینی دارن، خود بزرگ پنداری دارن، حق رو به خودشون میدن و فقدان همحسی دارن، فقط از شما میخوان استفاده بکنن. البته شما متوجه میشید یه همچین شخصیت رو، ولی یک جوری به خاطر وابستگیتون در این رابطه میمونید. اونجاست که باید خودتون کار بکنید. حسادت دارن و نیاز به توجه و تقدیر دارند. بله مرسی. نیاز به توجه و تقدیر دارن و مثل بادکنک هستن. به محض اینکه شما اینها رو بهشون بگین بالا چشم ابروه، ناراحت میشن و از کوره در میرن. مشخصات شخصیت وابسته، شخصیتی است که اینها رفتار انفعالی دارن، تسلیمن و شخص به خودش اعتماد نداره و کاملا وابسته به دیگری است. بنابراین این شخصیت هم بسیار مریضه، بسیار بیماره. مرسی عزیزم. و قراره که شخص روی خودش کار بکنه، این شخصیت وابسته رفتار انفعالی رو بگید که اغلب در خانم ها هستش و در رابطه با همسرشون بسیار وابستن، در رابطه با بچه هاشون وابسته هستن. و این یه تیکر هم لطفا نشون بدید و مرسی. بله دارید میبینید، پریشان و ناراحت. بسیار خوب، ما خطا روشن میکنیم. مطمئن نیستم که بتونیم بیاریم رو خط، چون یکی دو بار این مسئله رو داشتیم و قطع شد. جانم، الو جانم. خانم دکتر نوروی عزیز سلام عرض میکنم و وقت بخیر دارم به همه بینندگان صمیمی برنامه دریچه‌ای به سوی امید از تلویزیون جهانی امید ایران. بله روی خط آقای دکتر پیمان رعوفی هستند و روان درمانگر، بورد رجیسترد سایکوتراپیست، همکار من. خیلی خوشحالم زنگ زدید، در فکرم بود که بگم راجب سمینار و آفیسی صحبتی داشته باشید. ممنونم، حالتون خوبه؟ خیلی ممنون و متشکر از فرصتی که به من دادید خانم دکتر نوروی که بتونم مستقیما با دوستان عزیز صحبتی داشته باشیم. دعوت میکنم از عزیزان که با تلفن دفاتر ما تماس بگیرن برای تعیین وقت مشاوره حضوری و یا تلفنی
از سراسر دنیا، از خاورمیانه و اروپا و ایالت‌های آمریکا و کانادا مشاوره تلفنی امکان پذیر هستش. فقط کافی است که دوستان تماس بگیرن با ما و علاقه خودشون رو برای مشاوره تلفنی ابراز بکنن، اطلاعاتشون رو خدمتشون میدیم و این کار رو فراهم میکنیم. همینطور برای مشاوره حضوری دوستان تماس بگیرن که در دفاتر تارزانا و لس آنجلس خانم دکتر شیرین نوروی آماده هستند تا برای مشاوره و روان درمانی و همینطور سرویس های روانشناسی که تکنولوژی هایی هستند که میتونن به خیلی از ناراحتی های روانی و فکری کمک بکنن، که همانا نرو فیدبک و بایو فیدبک، EMDR و استرس تست و همینجور تست های مختلف روانشناسی و تحصیلی هستش که خانم دکتر شیرین نوروی با 2 سال فوق تخصص در آزمون‌های تحصیلی و روانشناسی که از مؤسسه رایس دیویس دریافت کردن این امکان رو دارن که فراهم کردن که در دفاتر لس آنجلس و تارزانا یه دریچه به سوی امید ما بتونیم این تست ها رو در خدمت دوستان باشیم. بله، آقای دکتر پیمان رافی همزمان با من همکار هستن و این کار رو انجام میدیم، EMDR و غیره، و بیمه مدیکر هم میپذیریم، برخی از بیمار هم میپذیریم، ولی چیزی که هستش ایشون بیشتر تخصصشون با یوت گروپ هست، با جوانان کار میکنن، با مادر پدرهای جوانها و تست های بسیار زیادی در رابطه با شغل جوانها، در رابطه با اینکه چگونه نیمکره راست و چپ مغز جوانها کار میکنه، آزمونهای زیادی داریم که انجام میدیم و اینکه جوانها رو دریابیم، کما چون که خودشون هم جوانتر هستن این گپ رو بین مادر و پدر میتونیم پر کنیم هر دوی ما، و اینکه جوانها راجب حرمت به نفسشون، راجب اینکه چگونه بیان روی خودشون کار بکنن و دنیای دیگه ای رو داشته باشن میتونن با ما تماس بگیرن. و میبینیم که امروزه این نیست که مثل سابق فقط مادر و پدر بچه ها رو نگاه کنن که خب دستیت کنیم و ما بایتون حرف میزنیم و مسائل حل میشه. نه، امروزه اینه که شما قرار یک کاری بکنید در رابطه با بچه هاتون، قدم بردارید، همت به خرج بدید و ببریدشون مشاوره در هر کجا که هستید، نه باید فقط پیش ما باشید، حتما یه کاری بکنید که این قسمت‌های مغز رو که الان یه مقدارش رو نشون میدم حتما آقای دکترم میبینن که بعد از داشتن نرو فیدبک، بایو فیدبک چه تغییرات عظیمی ایجاد میشه در مغز رو نگاه بکنید و حتما بچه‌هاتون رو بیارین. مریم خانم خودشون دارن به 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 دارن اون ویدیویی که از دفتر هست، الان عکس شما رو هم نشون دارن میدن، در دفتر هست نشون دارن میدن و اینکه چقدر میتونه مؤثر باشه. بله بفرمایید. بله، همینطور که خانم مریم عزیز دارن نشون میدن در دفاتر ما این نرو فیدبک و بایو فیدبک به کمک بسیاری از مراجعه کنندگان ما آمده و در زمینه‌های مختلف افسردگی، اضطراب، دلهوره، خشم، عصبانیت و کمخوابی، پرخوابی، اشتهای زیاد، اشتهای کم. جالب اینجاست که بله، هر دو حالت، یعنی اگر کسی اشتهای زیادی داره و یا کس دیگری اشتهای کمی داره، هر دو حالت رو نرو فیدبک، بایو فیدبک کمک میتونه بکنه. چرا؟ برای اینکه رگولیتورهای مشخصی در مغز قرار دارن که هر کدوم وظیفه خاصی دارن و اگر ما از طریق نرو فیدبک بر روی اون رگولیتور خاص در مغز کار بکنیم و فوکسمون رو انجام بدیم، بله میتونیم در بعضی افراد اشتها ایجاد بشه و در بعضی افراد اون اشتها کم بشه. برای اینکه تمام کنترل خواسته ها و اعمال و رفتار بدن ما از همون مغزی است که خانم دکتر در موردش صحبت میکنن و این امکانات در دفاتر ما امکانش هستش. دوستانی که اگر میتونید حضوری تشریف بیارید، دوستان عزیزی هستن که از کانادا وقت میگیرن، از ایالت های دیگه، حتی از اروپا، از آلمان،
دوست عزیزی وقت گرفته بودن، چندین جلسه آمدن و این تریتمنت رو داشتند و برگشتن. این هستش که دوستان میتونید با ما تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم که بتونیم این امکانات رو در اختیار شما بگذاریم. همونطور که عرض کردم خدمتتون، در دو مکان تارزانا و لس آنجلس در خدمت شما هستیم با یک تلفن 818-344-6818 میتونید با ما در تماس باشید. از طریق فیسبوک هم اطلاعات ما رو میتونید دریافت بکنید. اگر الان یادداشت نکردید، کافیست که یادتون باشه که میتونید بر روی فیسبوک خانم دکتر شیرین نوروی رو سرچ بکنید و به پیج ایشون برید. اطلاعات و تلفن، وبسایت و همه چیز اونجا قرار گرفته. وبسایت جدید رو هم که به تازگی آپدیت شده، آقای مهندس آریان عزیز از دیجیتایزر زحمت وبسایت nooravi.com رو میکشن و واقعا جا داره از ایشون تشکر بکنیم که وبسایت رو به این خوبی آپدیت میکنن. در سرچ انجین ها بالا آمده و دوستان رو میتونه خیلی بیشتر کمک بکنه و اطلاعات بیشتری بدیم. انشالله خانم دکتر به زودی در قسمت مقالات جدید رو قرار خواهیم داد که دوستان در سراسر دنیا بتونن مقاله های مختلفی رو بر روی وبسایت nooravi.com مطالعه بکنن. سپاس فراوان، مرسی. میتونیم برگردیم خانم مریم؟ ممنونم، گفتید مقالات و من نوشتم، حتما این کار رو انجام میدیم. آقای مهندس آریان طالقان واقعا دستشون درد نکنه و زحمت کشیدن، مرسی. یکی از کارهایی که ما در دفتر انجام میدیم EMDR هستش، Eye Movement Desensitization Reprocessing، که چگونه است که خاطرات بد گذشته، دعواهایی که شما شاهد بودید، جنگهایی که شما شاهد بودید، خشم و عصبانیت و فریاد یکی از افرادی که حتما هم نزدیکتون میتونسته باشه، شما رو چقدر ترسونده، میتونسته مادر و پدر عزیز باشه، میتونسته همسر باشه، میتونسته بچه ها باشه، ما کاملا میتونیم پاک بکنیم و حال هوای شما خیلی خیلی خوب باشه. در مورد تجاوزات، ما یک ماه پیش کسانی رو داشتیم، نه سن میگیم، نه چیزی، نه شهر میگیم، هیچی، که چگونه آمدند و مسئله حل شد و به سلامتی رفتند و واقعا بی نظیره. تکنیک خوبه، تکنیک کار میکنه. حتما اگر پیش کسی دیگه هم برید که EMDR انجام میدن و تخصص دارن، حتما برید، حتما کمک بگیرید. ما برای سرماخوردگی، برای سردرد، قلب درد، فشار خون غیره میریم پیش متخصص، ولی برای اینکه حالمون بده، خواب نداریم، اختلالات وسواسی داریم، اختلالات شخصیتی داریم، افسردگی داریم، بدبینیم، همه اینا ما هیچ کاری نمی کنیم. اونجاست که قراره یه کاری بکنیم. واقعا باور کنید یه کاری بکنید کمک میشه. مثلا راجع به مرگ عزیزی رو از دست دادیم، آیا سالیان دراز بنشینیم و قصه بخوریم و گریه بکنیم، یا اینکه بریم پیش یک نفر کمک بگیریم، 3 ماه 4 ماه 5 ماه حالمون خوب میشه؟ من این تجربه رو با شما در میان میگذارم. وقتی که 25 سال پیش برادر من فوت کرد، من شخصا خودم درد عظیمی داشتم و افسرده شدم، ناراحت شدم و باور نداشتم که میشه پیش کسی رفت کمک گرفت و چقدر زود حالت خوب میشه. و حالا وقتی کسانی که میان پیشم یا مشاوره میرم تلفنی و میبینم چقدر زود حالشون خوب میشه، افسوس میخورم و میگم کاشکی من آگاه بودم، میدونستم. و الان دارم برای همین دارم با شما در میان میگذارم، کاشکی شما بدونید که برای هر دردی دوایی هست، دارویی هست. دارو میتونه گفتار درمانی باشه، رفتار درمانی باشه و فقط قرار نیست آنتای دیپرسنت و آنتای انزایتی و بنزودیازپین و غیره باشه. میتونه صحبت کردن باشه، میتونه هیپنوتراپی باشه، میتونه EMDR باشه، میتونه بایو فیدبک باشه، میتونه نورو فیدبک باشه. من میخوام نظر آقای دکتر رافی رو در این مورد بشنوم، ببینم نظر ایشون چیه در این مورد، که خب اشخاص فکر میکنن ما نباید بریم، ما خودمون خوب میشه، حالمون خوب میشه. نظر شما چیه؟ بله، نکته بسیار خوبی اشاره کردید و واقعا یکی از مسائلی هستش که دوستان واقعا این مسئله رو عقب نندازن. اگر احساس میکنن در زمینه پرنتینگ یا چگونه رفتار مناسب با فرزندان خودشون داشته باشند، فرزند اگر نیاز به کمک دارند،
از مشاوره، از کلاس‌های مختلف، از سی‌دی‌های خانم دکتر شیرین نوروی استفاده بکنن، بیاموزن که چگونه میتونن رفتار بهتری داشته باشن با فرزندان، با همسر، با دوست، با پدر و مادر، با افرادی که از اونها به قول معروف نگهداری میکنن یا سالمند هستند. اینها همه چیزهایی هستش که الان امکاناتش هست و میشه. چرا آدم بشینه و یه کاری رو اشتباه انجام بده؟ اگر 60 سال پیش، 70 سال پیش پدر و مادرها کارهای اشتباهی در حق فرزندانشون انجام میدادن و امروز میگن ما اون روز اشتباه کردیم و بهتر از این نمیدونستیم، امروز دیگه این موجه نیست. امروز دیگه باید بیان سیدی ها رو تهیه بکنن، کتاب رو تهیه بکنن. خانم دکتر نوروی سیدی ها کتاباشون برای وبسایت nooravi.com هستش، آگهیش هم قبل از برنامه دیدیم. اینها رو میتونن تهیه بکنن، مطالعه بکنن، اطلاعات بهتری پیدا بکنن و همینطور برای مشاوره، واقعا مشاوره های تلفنی و حضوری که امکانش هستش، بایو فیدبک، نرو فیدبک، همه و همه در خدمت شما دوستان هستش که ناراحتی های روانی، افسردگی، اضطراب های واقعا از کار انداز آدم رو میتونه، زندگی انسان رو مختل بکنه، دلخوره و نگرانی که هر لحظه قرار اتفاق بدی بیفته و یا ترس داشتن، وسواس ها، تماما اینها چیزهاییست که واقعا باید یک زنگ خطری رو در ذهن انسان به صدا در بیاره و او رو به جلو ببره. مثل یک دندان درد که وقتی انسان دندانش درد میگیره نشون، یا هر دردی که در بدن ایجاد میشه، نشون دهنده این است که احتیاج به کمک داره و اون زنگ خطری است که به صدا در اومده. چیه که ما گاهی وقتا ناراحتی ها، دلهوره ها، افسردگی ها رو نمیشنویم، نمیبینیم؟ چیه که احساس نمیکنیم که اون هم درده؟ بله دوستان، اون هم دردی است که نیاز داریم که حتما پیش مشاور و متخصص بریم و یه چاره‌ای براش پیدا بکنیم. خانم دکتر، اگه وقتی هستش من این گزارش کوتاهی در مورد سمینارهایی که داشتیم بدم خدمت دوستان. خواهش میکنم، بفرمایید. بله، من از سمینار دومی که شنبه برگزار شد خدمت دوستان میگم که در مورد جوانان بود و همینطور که خانم دکتر نوروی فرمودند، واقعا جوانان باید کمک بشه بهشون، پدر و مادرها، اطرافیان اونها و خود اونها. زمانی هستش که واقعا نوجوان و جوان، همینطور که خانم دکتر نوروی میفرمان، یک کشتی طوفان زده است که این کشتی رو باید به دادش رسید، باید کمکش کرد، باید همراهی و همیاری باهاش کرد و باید بفهمیم جوان و نوجوان ما در چه تغییرات هورمونی، بدنی، روانی و فکری و همینطور دوستان و اطرافیان هستش و نیاز داره که ما ساپورتش بکنیم. جلسه ای که شنبه داشتیم، یک قسمت بنده خدمت دوستان صحبت هایی کردم و از خودشون هم استفاده کردیم در مورد حرمت به نفس، اعتماد به نفس، تفاوت آن دو با هم و چرا ما حرمت به نفس کمی داریم گاهی وقتا و خجالتی میشیم، گوشه‌گیر میشیم و چگونه میتونیم اونها رو حل بکنیم، چگونه میتونیم با دیدن موفقیت هامون، فکر کردن مثبتمون، دوستان مثبت داشتن و اینوالو بودن و درگیر بودن در کارهای مؤثر سر و مفید و خیریه، بتونیم این حرمت به نفس خودمون رو بالا ببریم صحبت کردم. در ادامه جلسه هم خانم نیکی هاشمی که وکیل جوان و وکیل ورشکستگی هستن، ایشون با جوانان و نوجوانان صحبت کردن در مورد این کردیت کارت هایی که جوان و نوجوان میره باز میکنه و بی خیال و بدون فکر میره اونها رو خرج میکنه و برای خودش یک دردسری درست میکنه. خانم نیکی هاشمی از قانونی صحبت کردن که تصویب شده در سال 2009 که دیگه به کردیت کارت کمپانی ها اجازه نمیده در مدرسه ها و دانشگاه ها برن و کردیت کارت خودشون رو تبلیغ بکنن، تیشرت و پیرهن مجانی بدن، قمقمه آب مجانی بدن در قبال اینکه جوان و نوجوان یک کردیت کارت با اونها باز بکنه. این رو فرمودن که غیر قانونی شده است. در این زمینه هم با جوانان صحبت کردن. این جلسه جوانان ما در شهر تارزانا شنبه های آخر ماه 5 تا 7 بعد از ظهر به صورت رایگان برقراره که با کمک و هدایت خانم دکتر شیرین نوروی و ذره هم بنده در خدمت دوستان هستیم. شما فسیلیتر هستید و شما نقش بسیار بزرگی در یوت گروپ
و این کانفرانس ها دارید. بله میفرمودید که برگزار میشه. جلسه اول روز شنبه ما هم در مورد همون جلسه حمایت خانواده و سمینار روانشناسی است که هر شنبه آخر ماه سالهای ساله که به همت خانم دکتر نوروی داره برگزار میشه و چه جلسات واقعا صمیمی، گرم، دوستانه، با محبت و شلوغ. به قول نویسنده مقاله‌ای که خانم ساحل که در جوانان نوشتن، واقعا در این روز گرم کالیفرنیای جنوبی واقعا انقدر این سالن پر شده بود که دوستان بر روی زمین نشسته بودن و ما خجالت زده شده بودیم که دیگه صندلی نبود که دوستان بتونن بشینن. و چقدر به خوبی برگزار شد. واقعا دوستان انقدر همه عاشق و علاقمند به خانم دکتر نوروی هستن که واقعا از راه‌های دور، بعضا از راه‌های دور کانتی‌های دیگر آمده بودن و در این جلسه شرکت کردن که بسیار جلسه صمیمی و خوبی بود. در مورد افسردگی، تست افسردگی داده شد و کمک کردیم به دوستان که مقداری در این زمینه اطلاعات پیدا بکنن، چگونه میتونن کمک بگیرن و چرا افسردگی ایجاد میشه. و همینطور هم که آقای فریار نشون میدین مریم خانم این قسمت رو، آقای فریار هم نشون بدین. بله بفرمایید. بله آقای فریار با صدای گرم و نوای گیتار خودش یک حال و هوای خاص دیگری به این جلسه داد که خانم ساحل هم با او همراهی کرد و تشویق دوستان برخوردار شد. بله دیگه طبق معمولم که میوه ها و شیرینی های بود در هیل مارکت که دیگه بود و دوستان استفاده کردند و به قول معروف یک جلسه بسیار گرم و صمیمی. من واقعا به دوستانی که ما میان و برای مشاوره میان خیلی پیشنهاد میکنم و تاکید میکنم که حتما در این جلسات واقعا شرکت بکنن. در درجه اول این که رایگان هست، در درجه دوم این که واقعا ادوکیشنال و علمی هست و چیزهای جدید یاد میگیرن، و سوم این که با همدیگه آشنا میشن، دوست پیدا میکنن. به هر حال زحمتی است که خانم دکتر شیرین نوروی سالهاست دارن میکشن و در بسیاری مواقع یک تنه این کار رو کردن، ولی خب الان دیگه خدا رو شکر دوستان دیگه هم هستن که شما هستید به خصوص. خواهش میکنم. خیلی عالی بود، خیلی کمک کردید. متاسفانه وقت تموم شد و من با یک داستان کوچولویی میخوام برنامه رو تموم کنم و خیلی ممنون هستم از تلفنتون آقای دکتر. ممنون از شما خانم دکتر نوروی. خانم مریم عزیز، من در پایان صحبت ها میخوام فرارسیدن عید فطر رو به مسلمانان تبریک بگم و همینطور عید روش هاشانا به همه هموطنان کلیمی. انشاءالله که این دو عید بزرگ و عزیز منشأی باشه برای دوستی و صمیمیت در جهان. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ شما. روز شب خوبی داشته باشید. یک دنیا سپاس. خدا نگهدار و انشاءالله همیشه که عید باشه هر دقیقه و ثانیه و روز، و همیشه شکرگزار باشیم و قدرشناس باشیم و در خدمت باشیم. Make a difference، تفاوت ایجاد کنیم. یک پسری در پسر کوچکی در کنار دریا را می رفت و پیرمردی او را دید و دید این استارفیش ها را بر می داره و دونه دونه می اندازه توی آب. پیرمرد گفت برای چی داری این کار می کنی؟ این همه استارفیش و این دریای بزرگ، تو که به جایی نمیرسی این همه کارا رو میکنی، حالا مثلا چند نفرشون رو نجات بدی چه فرقی میکنه؟ اینا همه اینجا ریختن، نمیشه کاری کرد. بی خود انرژی تو داری مصرف میکنی، وقت تو داری حروم میکنی و اینا هزاران استارفیش اونجا افتاده، خب زیر آفتاب میمیرن و تمام میشه میره. پسر استارفیش دستش بود یه نگاهی کرد و به پیرمرد گفتش که همین یکی رم که دارم میاندازم توی آب، اگر نیاندازم تا شب آفتاب او رو از بین میبره. نگاه کنیم تو زندگیمون، شما نگاه کنیم تو زندگیتون و ما خودمون که ببینیم در روز حتی یک چیز کوچیک، یک کار نیک خوب، یک تفاوتی میتونیم در زندگی دیگران انجام بدیم، این کار رو بکنیم و کسی رو خوشحال بکنیم، یا حتی اگر اون شخص هم نمیدونه ما وظیفمون رو داشته باشیم و تفاوت ایجاد کنیم در زندگی بقیه و خودمون. شما اگر با ما هم نمیتونید در ارتباط باشید که میتونید، حتما میتونید مشاوری نزدیک خودتون پیدا کنید، هر مشاوری که دوست دارید و کمک بگیرید. تمام نکته اینه که تا زود دیر نشده
کمک بگیرید. سپاس فراوان از شما عزیزان که بیننده برنامه ما بودید. سپاس فراوان خانم مریم عزیز کارگردان فنی برنامه برای انجام دادن همه کارها. با شما خواهیم بود در روز پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر. دکتر شیرین نوراوی، دکترای روانشناسی بالینی و فوق تخصص در سنجش‌های علمی و روانی از آمریکا، با تهیه برنامه رادیویی و تلویزیونی به نام دریچه امید، چگونگی بهبود یافتن و درمان زخم‌ها و دردهای روانی موجود در خانواده‌ها و جامعه ایرانی را آموزش و مشاوره می‌دهد. دکتر نوراوی در همین راستا سمینارهای متعددی در کشورهای ایران، امارات متحده عربی، کانادا، اروپا و آمریکا برگزار نموده است و در همین راستا آثاری را منتشر نمودند که عبارتند از تألیف کتاب چگونه مادر و پدر موثری باشیم، ترجمه کتاب یک سبد عشق، شناخت مردان، چراغ دل شوهرت را روشن کن، چراغ دل زنت را روشن کن، از کودکان بیاموزیم و نیز هرچه نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم. همچنین تهیه سیدی چگونه مادر و پدر موثری باشیم، چگونه رفتار مناسب با فرزندان خود داشته باشیم، چگونه همسر خود را انتخاب کنیم و چگونه رفتار مناسب با همسر خود داشته باشیم. و همچنین 4 محصول جدید با عنوان چگونه با خرد درونی خود به آرامش برسیم، چگونه عشق را به زندگی مشترکمان به ارمغان بیاوریم، چگونه به وزن ایدئال برسیم و چگونه با سالمندانمان رفتار مناسب داشته باشیم. برای تهیه آثار دکتر شیرین نوراوی در ایران با شماره های 0912-578-1366 و یا 0919-705-2548 و در آمریکا و سایر کشورها با شماره 201-818-34-46-818 تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت nooravi.com مراجعه فرمایید. خانم ها و آقایان سلام بر شما. از این پس شبکه جهانی تلویزیون امید ایران رو بر روی فرکانس جدید در آمریکا، کانادا و مکزیک مشاهده خواهید کرد. فرکانس 12177 سیمبل ریت 23000 پولاریزیشن ورتیکال FEC 34. با تشکر فراوان از مدیریت و همکاران من در این شبکه تلویزیونی که اجازه دادن چند ثانیه در خدمت شما باشیم تا اطلاعات جدید در رابطه با فرکانس شبکه جهانی تلویزیون امید ایران در آمریکا، کانادا و مکزیک رو به عرض شما برسونم. سپاسگزارم. پترا انترتینمنت پراودلی پرزنتس The King of Arabic Music and Rajab and Iran's internationally most cherished pop star.